با جمله های احساسی سعی کنید حالش رو بهتر کنید، نه اینکه بدتر کنید اوضاع رو. هیچ کس از کس دیگه ای عقب نیست، هیچ کس جلو نیست. هر کسی زندگی خودش رو داره، هر کسی با کارها و اعمال و رفتارهای خودش راهش رو میسازه. سلام زیاد خدمت یکایک شما دلانگیزان، چطورین؟ لطفاً مسیچانی اجازه بدین بهتون بگه حسابی حسابی خوش اومدین به یه ویدیوی روزانه دیگه. بچه ها داخل این ویدیو میخواییم بریم یه سری متنا رو با هم دیگه بخونیم که این حرفا رو به هیچ کس نباید بزنیم. چرا؟ چون یه سری انرژی های منفی دارن. خب ببینید، خیلی اوقات شده یه سری حرفا رو از یه سری ها شنیدیم که واقعاً انتظارش رو نداشتیم و وقتی تو خلوت خودمون بودیم یاد اون حرفا افتادیم یا حتی گریه کردیم یا حسابی ناراحت شدیم، چون انتظارش رو نداشتیم در اون لحظه اون فرد به ما اون حرف رو بزنه. و خیلی اوقات برعکسش هم شده ها، یعنی ناخودآگاه یه سری حرفا رو زدیم که باعث رنجش دیگران شدیم. الان میخوایم بریم داخل این ویدیو، میخوایم بریم یه سری از اون حرفا رو بخونیم. قبل از اینکه بریم سراغش، باید بهتون بگم که میتونید سرعت پخش ویدیو رو از داخل تنظیمات روی 1.5 بذارین تا ویدیو با سرعت بیشتری پخش بشه، کمتر خسته بشین و وقت با ارزشتون بیشتر حفظ بشه. اوکی، بریم سراغش. چقدر حساسی تو؟ چیزی نبود که احساسات هر کسی با ارزش و مهمه. از آدما گرگای بی احساس نسازید بچه ها. شاید برای تو اون مشکل زیاد بزرگ نباشه و تو راحت بتونی اون مشکل رو هضم کنی و یا حلش کنی، ولی قطعا اون کسی که توی اون مشکله انقدر فکرش درگیره، انقدر احساساتش درگیره، برای اون مشکل خیلی بزرگتر از چیزیه که تو فکرشو میکنی. پس خواهش میکنم اگر به یه همچین آدمی برخوردی، انقدر راحت برنگرد، بگو چیزی نیستش که، خیلی راحت میشه حلش کرد، چقدر حساسی تو. اگر هم حق با تو باشه، واقعا چیز مهمی نباشه، دوباره میگم اون انقدر ذهنش درگیره نمیتونه تصمیم درست رو بگیره. به جای اینکه این حرفو بزنی بگی چقدر حساسی تو، چیزی نبود که، با یه حرف قشنگتر میتونی بیشتر آرومش کنی. مثلا برگردی بهش بگی یادت مشکلایی که 3 سال پیش داشتی و هیچ کدومو یادت نمیاد، همشون حل شدن، بهت قول میدم 3 سال دیگه این مشکلا حتی برات خنده‌دار باشن عزیزم. با جمله‌های احساسی سعی کنید حالش رو بهتر کنید، نه اینکه بدتر کنید اوضاع رو. من که بهت گفته بودم در زمان ناراحتی نمک روی زخم آدما نباشید. اگر یه نفر شما رو انتخاب کرده که با شما به آرامش برسه و شما رو انتخاب کرده که شما رو در جریان داستان زندگیش بذاره و اگر یه مشکلی براش پیش میاد، حتی شما اگر قبل ترش گوش زد کرده بودین که این کار اشتباهه، بعد از اینکه خودش به کار اشتباهش پی میبره، بدتر نمک نپاشین رو زخمش. اون الان فهمیده، اون فقط یه نفر رو میخواد که آروم بشه حالش، اون الان فقط یه نفر رو میخواد که پیشش باشه. به خدا قسم اگر وقتی حال یه نفر بد باشه و شما حال اون رو خوب کنید و سعی نکنید بیشتر طعنه بزنید، اگر اون یه کوچولو، فقط یه کوچولو بو از انسانیت برده باشه، یکی از بهترین دوستای شما میشه. بهتون قول میدم این رو. به جای اینکه اینجوری برگردین بهش بگین من که بهت گفته بودم فلان میشه اگر فلان کارو بکنی، برگردیم بهش اینجوری بگین اشکال نداره، من پیشتم، هر چیزی هم که بشه من کنارت میمونم، با همدیگه حلش میکنیم، فدای سرت که اینجوری شد، حتما یه حکمتی توش بود. بچه ها آروم کنید یه نفر رو با حرفاتون. وقتی شما این زبون رو دارین، قدرت این رو دارین که احساسات خوب به یه نفر بدین، چرا میخواین ازش برعکس استفاده کنید؟ کاری که نکردی، همه میتونن. تلاش های آدم ها رو بیارزش نکنید. شاید خیلی برای انجام دادنش تلاش کرده باشه. من یه دوستی دارم که خیلی علاقه به کتاب داره و خیلی دوست داره نوشتن رو. یه سری که رفته بودیم بیرون، یه دونه دفترچه آورد و دفترچهش یه داستان 10 صفحه‌ای نوشته بود. بذارینم دفترچه ندارم الان شبیه اون رو، یه دفترچه انقدری بود که شاید 10 خط انقدری می نوشتی اون دفترچه یه صفحه تموم می شد. 10 صفحه نوشته بود از یه داستان، اون داستان رو آورد و برای ما خوند. من خودم خیلی کیف کردم. بعد از اون بر دوستم
خیلی بیارزش نشون داد این نوشتن و این متن، یعنی تلاشش برای نوشتن رو، در صورتی که خیلی اشتباهه. حالا این اومد توی سرم رنگ گفتم، برای همون 10 صفحه فکر شده، زمان برده شده، برای کسی که هر روز میره ورزش میکنه داره زمانش رو میذاره، داره تلاشش رو میذاره، 10 دقیقه داره زمان میذاره تو روز براش یا نه، 10 دقیقه فکرش درگیرش هست یا نه. حق نداریم کار بقیه رو بی ارزش نشون بدیم. از همه همسنات عقبتری. این خوراک خانواده هاست، این خوراک خانواده هاست. حالا نمیدونم تو کشورهای دیگه هم اینجوری هست یا نه، ولی خب این خوراک خانواده هاست. مادرای عزیز، آدما رو به عجله نندازید. زمان درخشش هر کسی متفاوته. هر کسی توی یه برهه‌ای از زندگیش توسط طبیعت، کارما یا هر چیز دیگه آزمایش میشه و با توجه به اون آزمایشی که پس داده، راهش بهش نشون داده میشه، روشنایی بهش نشون داده میشه. هر کسی توی یه برهه از زمان میدرخشه. اگه میخواستن مثلا میگم همه تو سن 20 سالگی موفق بشن که هیچی دیگه، زندگی نمیشد. اون موقع همه میدونستن قراره چی بشه، زندگی رو میشد پیش بینی کرد. زندگی همینه، اینکه ندونی فردات میخوای چی بشه. هیچ کس از کس دیگه ای عقب نیست، هیچ کس جلو نیست. هر کسی زندگی خودش رو داره، هر کسی با کارها و اعمال و رفتارهای خودش راهش رو میسازه. خواهش میکنم این رو درک کنید. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. بچه ها، اونجایی که بهتون قول دادم نمیخوام تایم ویدیوها رو زیاد طولانیش کنم، میخوام 5-6 دقیقه، 7 دقیقه، 8 دقیقه باشه. بنابراین پارت 1 رو همینجا تمامش میکنیم. منتظر پارت 2 فردا باشین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه بریم، یعنی تمامش کنیم، پیج اینستاگرامی که اینجا میذارم، پستا رو من از اونجا برداشتم، یعنی این متنا رو از اونجا برداشتم. یه دونه پیج اینستاگرام تینیجراست که معمولا همه تینیجرا اونجان. حالا اگر دوست داشتین از این سبک محتوا رو میتونید یه سر به چنلشون بزنید. خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصم، خیلی شاکرم. دور بر شما. دیپ 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 دیپ